کنکوری برای جوانهای سرباز، سربازانی که قرار علاوه بر خدمت زیر پرچم مقدس ایران اسلامی در طول مدت خدمتشون هم از آموزش علوم و فنون دارای فرصت شغلی بهره‌مند بشن، اون هم به صورت کاملا رایگان. ما اگه بتونیم از این نیروی عظیم و جوان که سالانه چیزی حدود 400 هزار نفر ورودی و خروجی داره بتونیم به نحو مناسبی برنامه‌ریزی بکنیم و مدیریت بکنیم، به گونه ای که سربازانی که ترخیص میشن و سالانه وارد جامعه میشن از یک مهارت مناسبی برخوردار باشند، میتونه کمک بکنه به بحث اشتغال. قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای این آزمون رو در سراسر کشور برگزار میکنه. ما در سال جاری در 3 نوبت این آزمون رو برگزار خواهیم کرد. هدف از این آزمون که هم نظری هست و هم عملی این هست که تایید بکنه که افرادی که از قبل مهارت‌هایی داشتند ارزیابی بشه مهارتشون، و در این حال افرادی که در همین ایام فکر می‌کنم بوده 35,000 نفر هستند دارن دوره‌های آموزشی رو می‌گذرونند، آیا از اون توانایی و کیفیت لازم برخوردار هستند که گواهی صلاحیت دریافت بکنند. قبل خدمت تخصصی داشتم که موقع تقسیم تفکیک بندی می‌کنن، بعدش طبق همون رشته‌ای که دارن ادارات و یگانهای مخصوصشون میفرستن. پست مهندسی که داریم خودمون در اون رشته برقراری هم داشتیم و اول خدمت همچین فرایندی برای ما گذاشتن که همچین رشته ادامه بدیم. این طرح به فارغ التحصیل ها هم فرصت رشد میده. دنبال این میگنیم که اگر میشه یکی از مراکز آموزشمون رو تبدیل به مرکز رشد بکنیم، به جایی که اسمشو بذاریم سربازخونه بذاریم مرکز رشد، بچه‌هایی که توانایی بالاتری دارن مثل کارشناسی ارشد و دکترا اونا بتونن از توانمندی‌های ذهنی و فکریشون استفاده کنن. افاق چشم انداز این طرح مهارت آموزی و اعطای گواهینامه به 100,000 جوان سرباز تا پایان سال 96.